وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب درباره احکام نماز، بخش پوشش نماز، مطلب اخیر رو که عرض میکنیم این هست که مستحبات لباس نمازگزار. یکی فرمودن عمامه با تحت الحنک، که دو رکعتش رو فرمودن بهتر از چهار رکعت است، یعنی همین لنگی به اصطلاح افغانی بپوشه و بعد تحت الحنک هم همون چیز است که طور شف لنگی به اصطلاح افغانی میگنه او هم داشته. بله؟ آقای خامنه‌ای بوده. آه بله، تحت الحنک به حساب بندازه. خب دوم پوشیدن عبا، سوم پوشیدن لباس تمیز و پاکیزه، چهارم استعمال بوی خوش، که اینم فرمودن دو رکعت نمازی که با استعمال بوی خوش برگزار گردد برتر از 70 رکعت نمازی است که بدون بوی خوش انجام شود. پنجم انگشتری عقیق در دست کردن، انگشتر دستش باشه وانم عقیق، که حالا این روایت ها باید انسان ببیند که در این آدرسش به داده است در کتاب سراج شیعه، که دو رکعت نماز خواندن با آن معادل 1000 رکعت نماز است و نماز فرادا با انگشتر عقیق 40 درجه افضل هست. خب مصاب نمازتون. بعد مکروهات لباس هم عرض بکنیم که این بحث تمام بشه. مکروهاتش یکی است که پوشیدن لباس سیاه تنگ و کثیف، این مکروه است. خب لباس سیاه میگه همیشه مکروه است بر زن و مرد، مگر اینکه چند تا استثناء است. یکی عمامه که مثلا سادات میپوشه اشکال نداره، عبا اینم اشکال نداره، و کفش. این سه تا میگه اشکال نداره. دوم نماز با لباسی که لباس کسی که از نجاست پرهیز نمی کند، یعنی یک کسی که به حساب زیاد اهل نجاست و طهارت نیست لباس از اون ما بپوشیم، ازش فرض بگیریم مثلا. سوم لباسی که نقش صورت دارد. اتفاقا این رو سوال کرده بودم که نقش اگه عکس چاپ میشه به حساب سینه انسان از این پیرناک هست، اینا این مکروه هست، حرام نیست، موجب بطلان نماز نیست، ولی این مکروه است. بله؟ مثلا یک نفر یک جاکت داره، عکس اسب داره یا فرزند یک آدم داره چیزی، و مدرویش یک کتی میپوشه. این چطور است؟ بله دیگه او یعنی تکنه نیست، محوش میکنه. حالا مثل عزیز که یک کس زیرپهنی داره، در زیرپهنیش مثلا این نمایان نیست. این ظاهر مهم است. بله ظاهرش مهم است که لباس نقش صورت نداشته باشه. چهارم باز بودن دکمه های لباس، مثلا بعضی های خن خودم سوال باز میکنه. پنجم داشتن انگشتری با نقش صورت در دست. خب بعد اینجا نکتان بیان کرده است، پوشیدن لباس سیاه و جهت مصائب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و نماز خواندن با آن کراهت ندارد. ایران فرموده ایام عاشورا و اینها لباس سیاه که میپوشه، که چون خود از اون از شعائر الله هست، روزای وفات و روزهای شهادت و ایام محرم و مصفر، اینها اشکال نداره و خودش یک پرچم هست، یک نشان هست، و با اون نماز خواندن هم فرمودن که اشکال نداره. خب یک حدیث کوتاهی را که یک شب دیگه هم عرض کردیم، حالا عرض بکنیم که مؤمنین هم میرن بشنون. سفارشات امام صادق علیه السلام به ابن نعمان هست، از جمله فرمودن لا یکون العبد مؤمنا حتی یکون فیه ثلاث سنن، انسان مؤمن نمی شود و به درجه ایمان نمی رسد مگر اینکه 3 سنت را داشته باشد، سنت من الله و سنت من رسوله و سنت من الامام، یک سنت و یک روش را از خدا بگیرد، یکی رم از پیامبر و یکی رم از امام.
فاما السنه من الله جل وعز فهو ان يكون كتوما للاسرار. این روش رو که از خدا میگیرد و انسان مؤمن نمیشود و مؤمن نیست مگر این روش رو داشته باشد، این است که اسرار را پنهان بکند، اسرار خود، اسرار خانواده خود را، اسرار اجتماع خود را. لازم نیست هر چیز و هر حقیقت را انسان بگوید. حتی در قرآن آمده است که لا يحب الله الجهر بالسوء، حتی خودت هم یک بدی کردی، این بدی رو دیگر نگو که من فلان گناه رو مرتکب شده، و بدی دیگران رو هم نگو الا من ظلم. الا من ظلم، مگر اینکه مورد ظلم قرار گرفته. حالا ما بدی اشرف غنی رو هم نگوییم، چرا؟ بدی سران کفار یا سران کسایی که ظلم میکنن به بشریت، اینا رو نگیم. میگیم اونا چرا؟ اونا ظلم شده، اونی که ظالم هست او رو باید بگیم، باید فریاد بزنیم. در جای دیگه آمده که اینا رو به حساب اعلان بکنیم، پخش بکنیم، نشر بکنیم. بدی انسان های ظالم ره و انسان های عادی ره که حالا یک گناهی رو مرتکب شده، یک کسی در جوانی یک کار کرده، حالا او بنده خدا پیرمرد است، هیچ کسی هم نمیشناسه، آدم خوبی هم هست، بسید او رو میایی بسید یکی دیگه که در جوانی مثلا نیکار کرده. خب این کتمان اصرار، این سرها رو باید انسان مخفی بدارد. حتی میگن که خیلی از چیزها رو به همسرتان هم نگه که من مثلا نیکار کرده، میکار کرده، که حتی همسر دلش از شما به حساب رنجیده میشه. خودش که چیز تکرار کنه چی؟ بله، خب میگم کسی دیگه هم این سنت کلی باید داشته باشه که نباید این اسرار را، رازهای خود را به یکی دیگه بگوید. حتی به اصطلاح در همین حدیث هم در ادامه آمده است که امام صادق علیه السلام در این جای دیگه هست، بله، که حتی اگر دوست تا میخوایی که دوست نگه بداری، خیلی از چیزها را برش نگو، و به خاطر از اینکه یک مقدار یک روز به حساب همین دوست تو دشمنت میشه. خب این امام علی علیه السلام هم میفرماید، میگه بذارید برای مردن، دوست برگیرید برای جدا شدن. این نیست که امروز با ما دوست است دیگه تا آخر عمر هست، این دوست است 5 سال بعد، 10 سال بعد دشمن ما مثلا پای ناز میشه، یا دشمن هم نشه مثلا اختلاف پیدا میکنه، یا اصلا دور میشه از ما. لذاست به حساب اسرار خود رو باید انسان حفظ بکند. و دوم یقول الله جل ذکره، که اینجا آیه قرآن هم آمده است، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. خداوند عالم غیب هست، عالم اسرار هست، اسرار همه انسان ها رو میبینه، میدانه، میفهمه، بهتر از خودش به اصطلاح اونها رو ثبت و ضبط کرده، ولی اینها رو هیچ کدامش فاش نمی کند تا اینکه خودش فاش می کند. جایی دیگه ما اگر شنیدم حاجا حضرت می خواهیم موگه کسی که مثلا اون چیزی بدی خودش تکرار مونه، بله، موگه با اون شخصایی که تکرار مونه اونا در روز قیامت شهادت بخشه شاهده. بله بله بله، شاهد می بر خود درست نکنه، شاهد حتی خود زمین میشه. شاهد زمین و زمان و همه چیز، از انسان ها به اصطلاح اینا به حساب خداوند میخواد که ببخشه، یک دفعه به حساب میگه خب او دیگه به حساب حافظه ها پس بر میگرده. او فردی که برش به بدی خدا گفته اعتراض میکنه، خدا به حساب ایام که همین کار کرده بود، خب به عنوان شاهد رو گرفته. و اما التي من رسول الله صلى الله عليه واله فهو اي دار الناس ويعاملهم بالاخلاق الحنيفيه. و اون سنت رو و روش رو که از پیامبر ما باید بگیریم این هست که با مردم مدارا بکنی. با مردم اگر کش گرفتی، هیچ کسی به اصطلاح اخلاقش کامل نیست، نواقص داره، یکی به اصطلاح یک مشکل داره، یکی یک مشکل داره، هیچ ازدواجی نیست به حساب درش مشکل نباشه جز ائمه اطهار علیهم السلام. بالاخره یک کمبودی هایی هست، مثلا اختلافات خانوادگی رو بعضی ها که بحث میکنه، از همسر خود یک توقعات داره
و میگه خب ما طلاق میگیریم به خاطر چی؟ به خاطر اینی. خب این که معصوم نیست، خب چطور 90 تا خوبی از این ندیدی 10 تا بدیش دیدی؟ خب یک کسی دیگر رو تو میخوای بگیری، او مثلا 70 تا بدی داره 30 تا خوبی داره. خب هیچ کس ناقص کامل نیست، لذا با تمام اون خوبی ها و بدی، یعنی این خوبی ها و بدی یک دوست خدا یک همسر خود رو باید در پله های ترازو بگذاره، بگه خب بله این چند تا بدی داره اما این قدر خوبی هم داره. اون رو نمی‌بینیم مثلا که این خوبی هایش و وفایش به اصطلاح اولاد داریش چیشه چیشه 10 تا 100 تا یک دو تا مشکلی که پیدا شده، اون دو تا مشکل ما بزرگ میکنه. این یو دار الناس، یعنی با مردم، با دوست ها، با جامعه، با همسر، با کل انسان ها مدارا بکنیم، بدانیم که هیچ کس کامل نیست. و یعاملهم بالاخلاق الحنیفیه، با یک اخلاق خیلی شایسته با اینها برخورد بکنیم. و اما التي من الامام فالصبر في البأساء والضراء حتی یأتیه الله بالفرج. اما سنتی که از امام باید داشته باشد این است که در سختی ها و گرفتاری ها انسان صبر بکند. مشکلات هست، دنیا داره مشکلات هست. چند روز پیش هم عرض کردیم در این بحث های قبلی هم عرض کردیم، این مشکل کرونا هم که الان هست، کل اینا مشکل است. این مشکل برطرف بشه یک مشکل دیگه یک مشکل دیگه، در تمام این سختی ها زندگی مشکل داره، اما گفتیم ما با زندگی مشکل نداشته باشیم، این مشکلات برطرف میشه، یک مشکل دیگه میاد یک مشکل دیگه میاد، ولی ما باید در این سختی ها و مشکلات صبر بکنیم تا خداوند یک فرج و یک عنایت خاصه ایش را شامل حال ما بگرداند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.